لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار عزیز و غایبانی که احتمالاً صدای ما را از دور میشنوند و شاید در آینده از طریق رسانه‌های جمعی تصویر و صدای ما را خواهند شنید. مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست با اون شیر شد. من اعتذار میکنم از بابت این چند جلسه ای که متاسفانه به خاطر سفری که داشتم نتونستم در خدمت شما عزیزان باشم و امروز که به عبارت فکر میکنم جلسه چهارم از سلسله جلسات شرح دفتر اول مثنوی هست، با وقفه کوچکی حالا یک ماهی تقریبا برگزار میشه. امیدوارم که در آینده یا اینطور نباشه و وقتی ایجاد نشه، یا اگر حالا به قسمت و شرایطی که به وجود میاد اگر وقتی بود، تلاش خواهیم کرد که به صورت آنلاین و از فضای مجازی جلسات رو ادامه بدیم و انشاءالله هر هفته برنامه رو بکنی سر جاش باشه و ادامه پیدا بکنه. خب امروز بنده دو تا مناسبت هم هست که میخوام در این دو مورد یه چند دقیقی و خودم رو بگیرم و در مورد این مناسبت ها یک چند کلمه خدمتتون عرایزی داشته باشم. اولین مناسبت درود به ماه مبارک رجب هست. امروز اول ماه رجب سال 1404 هجری هست و هم ولادت امام محمد باقر هست که پیشاپیش این رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و هم ورود به ماه مبارک رجب. خب مستظرید که ماه رجب یکی از ماه‌های مهم در دین اسلام هست و سفارش‌های خیلی زیاد شده. از طرفی اعیاد زیاد در این ماه هست، از جمله مبعث پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و همچنین ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام در این ماه قرار داره که روز مرد و روز پدر نامیده شده. و از طرفی خب ولادت امام محمد باقر و ولادت محمد تقی هم در این ماه قرار داره. دو تا هم البته شهادت داریم ولی خب فضایل این ماه رو خیلی ذکر کردن، از جمله این که عبادت ها در این ماه اجر و به قولی حساب ویژه‌ای داره و روزه گرفتن در این ماه بسیار سفارش شده، هم در ماه رجب هم در ماه شعبان، با اینکه در ماه رمضان واجب هست ولی در این دو ماه هم روزه گرفتن و عبادت ها حساب ویژه‌ای داره و اجر فراوان برای اون ذکر کردن. و کسانی که مشتاق سلوک به درگاه الهی هستند باید از فضایل این ماه باید غافل نشند. سفارش های خیلی زیاد شده، انشاءالله امیدوارم که این برکات این ماه برای همه دوستان خوبی حاضر باشه و انشاءالله همه اون بی نصیب نمونیم از این برکات. مناسبت دوم که خب مجری گرامی ذکر کردن، سالگرد رحلت استاد عزیزمون هستش که 4 سال از این واقعه دردناک و تلخ میگذره و گویی که این زخم و این به قولی درد نه تنها تسکین پیدا نمی‌کنه و آروم نمیشه، بلکه روز به روز بعضاً شاید شعله برتر میشه، دلهای بیشتری رو می‌سوزونه. خب ذکر اولیا هم میشه در طول تاریخ یکی از سنت‌های نیکو بوده و ما هم به تبعیت از این سنت ذکر کوچکی از منابع استاد حاجی بلند رو خدمتتون عرض می‌کنیم که اولی پیرو به این سنت بوده باشه.
دوستان خب استاد رو در جلسات اکثرا جلسات دیوان شمس میشناختم و از این جلسات رو که آشنا شده بودم. بعضی از دوستان و همچنین بنده عقیل هم حالا کمی قبلتر شاید یکم بیشتر مثلا 15-16 سال پیش 20 سال پیش بود که با استاد برای اولین بار آشنا شدن. خب خصوصیات خیلی خاصی در استاد وجود داشت که واقعا جذب کننده بود، بی نظیر بود شد. سخن و کلامش سخن عالی و نابی بود، ولی فقط این سخن و کلام نبود، بلکه یک کشش ویژه‌ای در این سخن و کلام وجود داشت. شاید بشه گفت سحرآمیز بود، دلها رو می ربود، حال و هوای دیگری به انسانها می داد. و فکر میکنم که همه اون کسانی که این جلسات بودن و تشریف داشتن این رو تایید بکنند که حضور ایشون فضای دیگری رو در جلسات و اون در جمع‌ها ایجاد میکرد. این نه فقط به خاطر این هستش که نفحه روحانی و الهی در وجود این فرد وجود داشت. همه با انسان‌ها امروز اتفاقا به این بحث خواهیم پرداخت. ما همه ابناء آدم بودیم، در بهشتی نغمه ها بشنودیم. بذارید شعرش رو من گذاشته بودم اونجا، اگر بیره کردم دیگه کامل بخونم قرار نبودم هم بخونم. بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به هر. این آهنگ ها مولانا میگه که این آهنگ هایی که شنیده میشه اینها بانگ هایی هستش که باندهای گردش های چرخ هست. این عالم بر مدار این آهنگ ها و این موسیقی ها داره میچرخه. جلسات قبل خدمتتون عرض کردم که در علم فیزیک کوانتوم دانشمندان به این اعتقاد رسیدن که در ابعاد ریز اتمی و در درون اتم ها همش فضاهای خالی هستند، چون با دیدن که نمیشه دیدن در اینجا امکان پذیر نیست در ابعاد خیلی ریز. با محاسبات ریاضی اینها رو میشه کشف کرد. اینا که این محاسبه میکنن میبینن که فقط فضاهای خالی و فضاهای خالی و فضاهای خالی، ذرات تشکیل شده از فضاهای خالی که خیلی ابعاد ریزی چیزهایی رو کشف میکنن، نیروهایی کشف میکنن. و در نهایت این اعتقاد وجود داره امروزه که چیزهایی مثل ارتعاشات، ریسمانهای مرتعش بهش میگن، اینها هستش که کل این خلقت رو خلق کرده. تمامی این ماده، جهان، کیهان، کهکشان در ابعاد زیر اتم و در ابعاد هسته اتم و الکترون و پروتون و نوترون و بعد که میرسه به کوارک و بعد از اون هم ریزتر، تنها ارتعاشاتی هست که این عالم رو شکل میده. شاید این یکی از دریافت‌های مولانا بوده که میگه همه این چرخ بر مدار این موسیقی، یک موسیقی الهی بنا شده، یک موسیقی خداوند در حال نواختن هست و نتیجهش به این شکل در این عالم دیده میشه. خب برداشت‌های هنری و به قولی احساسی ویژه هست اینها. بانگ گردش های چرخ هست این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. مؤمنان گویند که آثار بهش نغز گردانید هر آواز زشت. میگن مؤمنان وقتی اینها رو می شنوند میگن که آثار بهشت در اینها هست. برای همینه که این آهنگ ها حتی اگر بعضن زشت باشه، ناموزون باشه، باز هم دلانگیز و دلچسب هست. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت این لحن ها بشنوده. قبلا در یک فضای روحانی، در یک جایی، در یک عالمی ما اینها رو شنیدیم. در اون حال حال خیلی خوشی داشته به احتمالا، چون در بهشت خیلی حال خوشی داشتیم، در به قولی سرور و شادی مطلق بودیم و اون آهنگ ها رو داشتیم میشنیدیم. خب گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آمد از آنها چیزکی. با اینکه این آب و خاک بر ما یک شکی ایجاد کرده،
حایل و حاجبی شده، از عالم معناما رو از اونجا هبوط دادند، آوردن پایین، ولی باز اون حال خوش و اون آهنگ ها هنوز در ضمیر ما هست، هنوز یک احساسی بر اونها داریم. و بنابراین وقتی یک آهنگ خوبی گوش میدیم، یک صدای خوبی میشنویم، یاد اون حالهای خوش بهشت میفتیم. فیل ما یاد هندوستان میکنند، ما رو یک لحظه به حالت یک نوستالژی میبره به یک فضای دیگه. شاید اکثرتون این احساس ها رو داشتین موقعی که بعضا احتمال داره با شنیدن یک موسیقی زیبا باشه، احتمال داره با شنیدن یک شعر زیبا باشه، احتمال داره از بوییدن یک بوی زیبا باشه، یک عطر خاصی. همه اینها چون آثاری از آثار بهشت رو دارن، این قابلیت رو دارن که ما رو به اون عالم ببرن، لحظاتی یادآور کنن، اون چیزکی هایی که در آنجا حس میکردیم، در آنجا درک میکردیم، به یک نوعی از درون ما رو تکون میده و به یاد اون لحظه ها میندازه. این برای همه انسان ها هست، چون همه انسان ها از اونجا اومدن. بنابراین وقتی اولیای الهی رو انسان ها میبینن و ملاقات میکنن، در حقیقت چیزی مشابه همین اتفاق براشون میفته. این اتفاق در دو حال میفته، در حالت ضعیفش در دیدن یک نوزاد تازه به دنیا آمده اتفاق میفته. شما همه تون وقتی یک نوزاد تازه به دنیا آمده رو میبینید لذت میبرید. من بعض وقتا نگاه میکنم میگم آخه این نوزاد چی داره، چرا باید این همه خوشایند باشه؟ میدونید دیگه، نوزاد انسان سرش نسبت به بدنش خیلی بزرگتره. انسان رفته که بزرگ میشه، بدنش خیلی رشد میکنه، سرش یواش یواش رشد میکنه، قابلیت رشد زیاد نداره و یواش یواش این تناسب نهایی ایجاد میشه برش. ولی تو بچه اگر اندام ها رو مقایسه کنیم میبینیم که سر خیلی بزرگتر از بدن هست، نامتوازنه، ناموزونه. بعد ادامه ای هم که داره از آن انسان اعصاب خورد کنه، ولی با تمام این اوصاف بچه خیلی دلچسبه، خیلی خوشاینده، انسان دوست داره اینو در بغل بگیره، در آغوش بگیره. چرا؟ این نفحه رو هنوز از خودش ساطع میکنه، هنوز داره اون نفحات روحانی و بهشتی که با خودش بخشی رو منتقل کرده و آورده هنوز داره. این دلیل جذابیت اون فرزند هست، اون بچه هست، اون نوزاد هست. و در اولیای الهی، اولیای الهی چرا؟ اولیای الهی هم دقیقا همینطور ربط دوباره پیدا کردن با عالم معنا. از عالم معنا اون نفحه های بهشتی رو با خودشون میارند، در خود انباشته میکنن، پر از خدا میشن، پر از معنویت میشن و در حضورشون شما میبینید که احساس خوش دارید، احساس راحتی دارید، احساس دلانگیزی به شما دست میده. این حس رو جای دیگه ای نمیبینید. وقتی انسان خب از چیزهای مختلفی در این دنیا لذت میبره، از غذا خوردن لذت میبره، از خیلی چیزها به قولی زندگی اجتماعی و هزاران چیز دیگه لذت میبره، ولی لذتی که در عالم معنا هست چیز دیگری است، جای دیگه پیدا نمیشه. این لذت عالم معنا اون حالتی که ایجاد میکنه همون یادآوری های بهشت هست و ما رو به خودش جذب میکنه. این خصوصیات در اولیای الهی دیده میشه. متاسفانه امروز در این ازدحام به قولی تکنولوژی و علم، چیزی که به قهقرا رفته فراموشی و چیزی که به قهقرا رفته در حقیقت نبود اولیاست و پنهان بودن این افراد هست و ماها اون شانس رو نداریم، اون اقبال رو نداریم که به دنبال اینها باشیم. عوامل مختلفی البته در این دنیا دخیل هست، دنیایی که به سمت مادیات داره میره، دنیایی که به سمت طمع داره میره، نگرشی و دیدی اصلا نسبت به معنویت نداره، الزاما خب شما رو به سمت میبره که از این مراتب جدا باشید. در گذشته نوشتن تذکره نویسن که مثلا افرادی که تاجر بودن، افرادی که سفر میکردن، وقتی از شهری به شهر دیگه میرن، یک سنتی داشتن، میگفتن وقتی میرسید به یک شهری بپرسید ببینید بزرگان شهر کی هستن، چه کسانی در اون شهر بزرگان اون شهر محسوب میشن. اینها رو که پیدا میکردن، آدرسشون رو میگرفتن، میرفتن و میشه دافتن به زیارتشون. بعدا بعضا سله ای میبردن،
کادویی، هدیهی با خودشون میبردن به رسم یاد بود و به رسم احترام. در محضرشون مینشستن، از حضورشون بهره‌مند میشدن. ماها پاک با این مسائل بیگانه شدیم. در عصر ما هم اولیا هستن، چرا که نباشن؟ چنان که بودن در همین اواخر، شما اگر تاریخ رو بخونید چه انسان‌های بزرگی در این عالم، در این تبریز، در این تبریز زرفیز مهد اولیا و بزرگان بود. شمس تبریزی ها و باباهایی که در این شهر بودن و در مسیر عرفان، چون در عرفان پیر و مراد که قلمدار میشه و نام داده میشه، در تبریز بهش میگفتن بابا، مثل پدر بود. اون پیر و مرید، پیر و مراد مثل پدر بود و به همین خاطر بهش میگفتن بابا. بابا فرج وایقانی شاید چنیدی، خیلی هستن، من حالا اسمها دقیقا یادم نیست. یا همین در خیابان رضا نژاد اون نقش نمیدونم دیدین، شاه حسین ولی شاه هم یکی از القابی بود که به این بزرگان میدادن. و اگر تشریف ببرید من توصیه میکنم حتما به زیارت اینها برید. ما تبریزی ها یکم در حق این بزرگان کم لطفیم. یکی همین شاه حسین ولی هست، یکی امامزاده سید حمزه. واقعا یکی از جاهایی هستش که واقعا سرشار از معنویت هست. انسان بعضا بره یه وقتی بگذره، همیشه فکر میکنیم مثلا باید برای زیارت بریم مشهد، نه، همینجا هم چیزی مشابه مشهد شاید بشه پیدا کرد. به هر حال شاه حسین ولی و اون خاطره‌ای که اونجا نوشته شده در مورد علامه طباطبایی، که انشاءالله اگر رفتیم اون خاطره رو مطالعه بکنید، یه اتفاق خیلی عجیبی که برای علامه طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان و اون دیداری که در عالم معنا یا در عالم واقع با ایشون داشتن، که خودشم شک داره آخر سر در اون خاطره اگر برید بخونید، میگه که من نفهمیدم بالاخره این دیدار واقعی بود یا در رویا بود. یه اتفاق خاصی براش میفته، شاه حسین ولی رو میبینه در نجف و ایشون یه چیزهایی بهش میگه. یا سید علی قاضی طباطبایی که به قولی از اعاظم اولیا هستن و در عصر حاضر تقریبا 100 سال پیش، 150 سال پیش وفات کردن، که استاد بسیاری از این عرفایی هستن که الان ما میشنویم، مثلا آیت الله بهجت رو که میگفتن خب عارف بزرگی هست، یا آیت الله حسنزاده، نه حسنزاده امید که حسنزاده که فوت کردن، در دیگه حسنزاده آمولی که از عرفا بودن، ایشون هم اینا همشون شاگرد سید علی قاضی بودن که تبریزی الاصل است و اون رو خودش رو کلن در نجف گذروند. یه کتابی اخیرا نوشته شده به نام کهکشان نیستی، خیلی داستان جذاب و دلنشینی هست. توصیه میکنم این هم اگه پیدا کردید بخونید. سرگذشت سید علی قاضی طباطبایی هست. اینا سرگذشت اولیا هست و اتفاقات خاص و عجیبی که در به قولی عصر اینها اتفاق افتاده، در دوروبر اینها و انسانهایی که با اینها ملاقات داشتن، چه تحولهای روحی پیدا کردن، چه حالهای عجیبی پیدا کردن از این تحولها. مخلص کلام این که ما از این مسائل مقدار به دور افتادیم و نمیشناسیم ولیها را. گویی ولیشناسان رفتند از این ولایت. این ولیها رو باید، اولیاء الهی رو باید پیدا کرد، باید شناخت، باید قدر دونست و از محضرشون استفاده کرد. خب یکی از اولیاء الهی هم واقعا استاد عزیزمون استاد حاجی بلند بود، که واقعا هم مستجاب الدعوه بود. نمیدونم دوستان تجربه اینو داشتن، ما هر وقت چیز خاصی، مشکلی، مسئله ای داشتیم میرفتیم و یواشکی میرفتیم استاد التماس دعا داریم و یه همچین مسئله ای به وجود اومده، یا اون مسئله از ریشه حل میشد، اصلا کلا مفهومش از دست میرفت، یا مسئله حل میشد. و خیلی عجیب بود که به کرات این مسئله اتفاق افتاده بود. و علاوه بر این، اون خاصیت هدایت گونه و روشنگری که در وجودشون بود و با سخنان دلنشینشون، با شرح‌های بی‌نظیر که به قولی انجام می‌دادن در متون عرفانی، راهگشای خیلی از انسان‌ها بودن و خیلی‌ها رو به زندگیشون معنا و مفهوم بخشیده. به قول مولانا، کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان
حیله و بیشرمی است. شما هر وقت دیدید در کنار کسی نشستید احساس گرم بودن میکنید، احساس فرح میکنید، احساس دلنشینی در وجودتون ایجاد میشه، بدونید که اون از مردان هست، از مردان الهی هست. یا در مورد انبیا و اولیا باز مولانا شعر دیگه که میگه، میگه که در درونشان صد قیامت نقد هست، در درون این افراد قیامت هایی برپا هست، هیاهوی برپا هست، عشق های جانسوزی برپا هست. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه است. کمترین اثر اون قیامت های درونی این انسان ها اینه که همسایه، کسی که هم نشینشون میشه، مصاحبت میکنه با اونها، مست میشه، حال دیگه پیدا میکنه، حال خوشی پیدا میکنه. خب درود میفرستیم به روح بزرگ استاد عزیزمون و امیدواریم که عنایت های اولیا و اوصیای الهی و ایشون همچنین شامل حالمون بشه، زندگی خوبی داشته باشیم و راه سعادت رو بتونیم انشاءالله طی بکنیم. خب از این دو مقدمه که بگذریم میرسیم به داستان مثنوی و دفتر اول که بعد از 3 جلسه ما فکر میکنم به انتهای مصرع اول پیدا رسیدیم که بشنو این نی چون شکایت میکنند، از جدایی ها حکایت میکنند. خدمتتون عرض کردم که بشنو از به قولی تناظری با قل میشه گفت شروع میشه. در قرآن جاهای مختلفی خدا میفرماید که قل، به پیغمبر میگه قل، ولی در اینجا میگه بشنو. مولانا اعتقاد داره که یا انسان در مرتبه ای هست که میتونه بگه، یا در اون مرتبه اگر نباشه باید بشنوه. انصتو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. به ما توصیه میکنه که گوش باشیم و بشنو این نی. از نی هم صحبت ها کردیم خدمتتون که چه خصوصیاتی در این ساز موسیقیایی وجود داره، اون نواها و نفحهایی که از لب و دندان معشوق جاری میشه و در نی صداهای ویژه‌ای پیدا میشه، اون نفسی که از معشوق و از اون عالم بالا در درون نی جاری میشه و صداهای مختلفی رو ایجاد میکنه. مولانا خودش رو تشبیه میکنه به این ساز، به نی. چون شکایت می کند، عرض کردم خدمتتون که مولانا در مجموع اهل شکایت نیست. در حقیقت ما در انتهای این مصرع باید یک علامت سوالی بذاریم، بشنو این نی چون شکایت می کند. در حقیقت نه، شکایت نمی کند، از جدایی ها حکایت می کند. چرا این رو گفتیم؟ چون در عرفان اسلامی مبنا بر اساس رضایت هست، هیچ شکایتی از این خلقت و از خواست خدا وجود نداره. هر چیزی، هر چه آن خسرو کند نیکو بود. در عرفان اسلامی همه شکر هست، حتی از شکر هم بالاتر هست. نه شکر نه گله. مولانا در یکی از اشعار خودش میگه چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون غلغله. اگر ولی الهی ناله کند به درگاه خداوند، بی شکر و گله، نه شکر می کند نه گله. چرا؟ چه کسی شکر و گله می کند؟ اون کسی خود رو با معشوق جدا می پندارد، فاصله ای بین خود و معبود و معشوق خودش قرار میده، در نظر می گیره. چون خودش رو جدا می بینه، چون خودش رو در فاصله می بینه، برای خودش وجودی قائل هست، بنابراین از معبود و معشوق گله میکنه یا حتی شکر میکنه. ولی عاشق اینطور نیست. عاشق وجود خودش رو از دست داده، محو و فنای معشوق شده و چیزی در خود احساس نمیکنه. باز اون شعری که در مورد لاس شده توسط نیرزی که نمید جبه، یا این که بینی نیمنم اوست یک سر، من همین پیراهنم. جبرئیل میاد به کمک و یاری امام حسین، به جبرئیل امام حسین میگه که چیزی که تو داری میبینی من نیستم، من پر از خدا شدم، پر از معشوق شدم. این که بینی نی منم اوست یک سر، من همین پیراهنم، یک پیراهنی باقی مانده از من،
یک ظاهری، یک قشری، یک پوستی از من باقی مونده. باقی وجود حضرت معشوق هست، چیزی در درون من نیست. همین مسئله در مورد معشوق عاشق در همه جا جاری و ساری هست. بنابراین معشوق هیچ وقت نمیتونه، نه عاشق نمیتونه نه احساس شکر بکنه نه احساس گله، چون اصلا وجودی برای خودش قائل نیست. انسان اول باید برای خودش این وجودی قائل باشد که به تناسب اون بگه من شاکی هستم یا من شاکر هستم. اگر منی وجود نداشته باشه، نه شکر مفهوم پیدا میکنه نه گله. پس بنابراین مولانا اهل شکایت نیست. در جای دیگه هم عرض کردم که میگه من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی، روایت میکنم. یا در اون غزل معروفش که اگر یاد داشت کرده باشه که نمیدونم باشد یا نه، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. من از این خلقی که دائم در حال غر زدن، در حال شکایت، در حال گریه کردن هستن بیزار هستن، ملول شدم از این حال. هیچ وقت اهل شکایت نبود، اهل پشیمانی هم البته نبود. مولانا اهل پشیمانی هم نبود. مولانا اعتقاد داره که اگر حتی اگر گناهی کردی در گذشته، اگر میخواهی توبه ای هم بکنی، باید از توبه هم سریع رد بشی، در اون توبه گیر نکنی، به عقب بر نگرد. اصلا مولانا اهل همیشه جلو رفتنه، پیش تازیه، هیچ وقت دوست نداره دوباره برگرده و عقب نگاه بکنه. این رو اصلا نمیپسنده در حقیقت مولانا. گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند. اگر پشیمانی بیاد به سراغش بگی که تو این کارو کردی، به گذشته بکن، اولین آتش رو به همون پشیمانی میزند. چرا؟ چون اهل پیشتاز بودن است، اهل رفتن، اهل فراخی، پیشرفت. من گیری برگرده به عقب نگاه بکنم. جای دیگه ای به فردی که در یک داستانی حالا عتاب بکنه، میگه این خبر هات از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر، توبت از گناهت بتره. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. از این توبه هات باید توبه بکنی، توبه هایی که در زبان جاری هست، هیچ تأثیری هم در تو ایجاد نمی کنه. توبه ای توبه هست که تو رو دگرگون کنه، از حالی به حال دیگری. سلام. خب پس عرض کردیم خدمتتون که مولانا اهل شکایت هم نیست. در حقیقت اینجا میخواد از جدایی ها حکایت بکنه. خب به این نقطه به قولی میشه گفت رسیده بودیم که چرا مولانا اولین چیزی که در این شعر، در این دیوان، در این اثر شگفت‌انگیز، چیزی که خودش میدونست که در حقیقت اثر بزرگی خواهد بود و تأثیر بزرگی در عالم خواهد گذاشت، همه اینها بر مولانا کشف بود. در جای جای مثنوی عرض کردم خدمتتون در جلسه قبل که ذکر میکنه این مثلا احساس میکنم یکی صدایی داره پیچه در بلنگوها، یه زن اگر صدا رو کم بکنن برسیم، اکو رو اگر میشه کم کم بکنن. بله ببخشید، عرض میکنم کم کم بکنید. عرض به حضور چون حالت به قول چیز از دست میده، این مسئله ای که مولانا در بیت اول دیوان عظیم خودش داره به ما در مورد اون حرف میزنه، چی هست؟ جدایی. ببینید مولانا، بذارید در مورد مولانا یکم صحبت بکنیم و در مورد خیلی از بزرگان دیگه. انسان‌ها به تناسب اون شرایطی که فکری، روحی و حالت‌هایی که دارن، در آثارشون، فکرهاشون در حقیقت ظهور پیدا میکنه.
شما وقتی مثلا آثار سعدی رو نگاه میکنید، دغدغه سعدی چی هست؟ در مورد اخلاقیات، در مورد حسن خلق، در مورد بعضا مسائل سیاسی، یعنی به پادشاهان امر و نهی میکنه، اونها رو اندرز میده، در مورد به قولی حتی سالکان، دغدغش اینجور مسائل هست، مسائل اجتماعی، و جای جای آثار شما اینها رو میبینید در حقیقت. ولی غافل از دور و زمانه خودش هم نیست. در اون دوره تقریبا سعدی با مولانا دیداری هم داشته، یعنی همدیگر رو ملاقات کردن و با هم صحبت کردن، اینها هم عصر بودن. در اون دوره اتفاقات خیلی عجیبی در عالم، در عالم اسلام به خصوص، در حال وقوع هست. میدونید که مولانا وقتی بچه بود، مغول‌ها از طرف به قولی شرق، از شرق دور حمله کرده بودند و با فتح و فتوحی که انجام میدادن و کشتارهایی که اتفاق میافتاد، همینجور پیشروی کردن و به جلو میومدن. تقریبا تا میشه گفت بغداد در تصرف اینها در اومد و دیگه از اون بیشتر پیشروی نکردن، ولی تقریبا بیشتر از نیمی از جهان مسکون رو اینا تصرف کردن با اون قدرت نظامی ویژه و خارق‌العاده‌ای که داشتن. البته در حق مغول‌ها هم اجحاف شده و اونها رو همیشه وحشی قلمدار کردن، در حالی که اینجور نبوده، اینها واقعا صاحب فکر بودن و کارهای خیلی عجیبی قرار انجام میدادن. شما همیشه مطمئن باشید اگر قومی، اگر انسان‌هایی صاحب فکر نبوده باشند، نمیتوانند فقط با صرفاً وحشیت، فقط صرفاً با زور بازو کاری را از پیش ببرند. هر وقت میبینید حرکت بزرگی اتفاق افتاده، بدانید که چیزهای دیگری هم در پشت اون هست، باید نسبت به اونها هم آدم ذهنش باز باشه. به هر حال از این موضوع بگذاریم. مغول‌ها که حمله کرده بودن، و مولانا به توسط پدرش و خانوادش از اون منطقه نقل مکان میکنن، از بعد خارج میشن، میرن به مکه، بعد سوریه و اندکی بعد در قونیه ساکن میشن. اما این هجمه همینطور اتفاق میفته. شما میبینید در آثار بزرگان، مثلا همین سعدی، جای جای آثارش به تلخی و به زاری و ناله از این وقایع یاد میشه، از اون کشتاری که اتفاق میفتاد در اثر جنگ ها، از اون کشتاری که در تصویر شهرها اتفاق میفتاد. همه جا سعدی از اینها ذکر کرده که نهایتا اصلا اینا میرسن تا بغداد و سلسله عباسی رو از بین میبرن، اون خلیفه مستعصم که بود اون رو میکشن. حالا داستانش هم جالب هست. جناب خواجه نصیرالدین طوسی که در حقیقت میشه گفت بازیگر اصلی، یکی از بازیگران اصلی این صحنه بود، هلاکوخان رو میبره به بغداد و چون حالا اهل تسنن هم این رو به شیعه ها خورده میگیرن، چون خواجه نصیرالدین طوسی شیعه بود و از اون بر زیاد دل خوشی نداشت، میره دست هلاکوخان رو میگیره و یواش یواش مشاوره میده و این رو از اون طریق میاره و آخرش هم اون هدفش میرسه و اینها رو سرنگون میکنه. الان هم یعنی در مجامع اون اهل سنت به اینها بعضن اشاره میشه که داستانش هم خیلی عجیب هست. میان خلیفه رو میگیرن و میخوان بکشنش، مسلمان ها جمع میشن میگن که این خلیفه پیغمبر هست، شما میخواین بکشی؟ اگر این رو بکشی عالم به هم میریزه، زمین و آسمان تیره و تار میشه، اله میشه و بله میشه. خدا کوخان نگاه میکنیم یه که خب یه کاری بکنیم، این خلیفه رو بندازیم تو گونی، درش رو ببندیم، شروع کنیم یواش یواش بزدن، یکم بزنیم ببینیم اگر آسمون تیره شد، خورشید مثلا سیاه شد، دیگه نزنیم، اگر نشد همینجور بزنیم ببینیم چی میشه دیگه. اینا شروع میکنن بزدن و میگن نه هیچ خبری نیست، اینقدر دیگه اینو میزنن که همونجا به قولی تبدیل به قول گوشت کوبیده میشه، فکر میکنم به این نحو یعنی میکشنش. حالا از این داستان ها بگذاریم. به هر حال این اتفاقات شگفت در حال وقوع بوده در اون زمان. ولی شما میبینید که مولانا اصلا خاطر مولانا رو این مسائل نمیگزیده، براش اهمیت خیلی دست چندم داشته. ما در آثارش تقریبا هیچ جا نمیبینیم که اصلا به مغول ها اشاره کرده باشه، به این وقایع تاریخی اشاره کرده باشه، اصلا به اینها نه. مسائل اجتماعی که در دور و برش اتفاق می افتاد، اون ظلمی که حاکمان میکردن به شهروندان، هیچ اصلا از اینا هم هیچی نمیگه. حتی مثلا شما فرض کنید اون اذیت و آزاری که از طریق فقیهان به اینها میشد، چون اهل عرفان همیشه مورد طعن و اذیت فقیهان قرار می گرفتن و در زمان مولانا هم خیلی اتفاقات افتاده بود. در مناقب العارفین اینها اومده
در اینها هم هیچ اشاره‌ای نداره، حالا چند جایی به فقیه ها یک بعضن یک صحبت هایی میزنه، گر من با سر و امکانمی همشو شیخان بر سر دکانمی، از اینجور حرفا داره بعضی جا، ولی نه زیاد به اینها پرداخت نمی کنه. چه چیزی دغدغه اصلی مولانا هست؟ چه چیزی دغدغه اصلی مولانا هست؟ من دوباره برمیگردم به مسئله این که در چه کانونی مولانا رشد یافته بود، در چه خانواده‌ای رشد یافته بود. ببینید پدر مولانا که از اعاظم بزرگ شهر بود در بلخ، واقعا یکی از شیوخ و مشایخ برتر و شناخته شده بود. وقتی مولانا به دنیا میاد، البته مادر ایشون هم یکی از بزرگان، یعنی دختر یکی از بزرگان شهر بوده در حقیقت. وقتی مولانا به دنیا میاد، پدرش میبینه که این فرزند با استعدادی هست و حیفه که مثلا این رو با بقیه بچه ها بفرسته مثلا برن مکتب. این مکتب، حالا دبستان یا مدرسه در عصر حاضر، یکی از چیزهای خوب هست از جهتی که باعث میشه خب آموزش همگانی ایجاد بشه و همه در یک حدودی برن جلو و چیزهایی یاد بگیرن، ولی از یک جهت بد هست، اون نوابغ خاص مدفون میشن در زیر اون کسانی که در حد معمولی هستن، در اندیشه های اونها مدفون میشن و رشد خاصی پیدا نمی کنن، اتفاق خاصی براشون نمی افته. برای پرورش انسانهای خاص و نوابغ خاص، انسانهای خیلی خاصتر لازمه، اساتید برجسته لازمه که از همون عوام کودکی این رو پرورش بده در اون مسیر. و پدر مولانا دقیقا این کار رو میکنه. برهان الدین محقق ترمذی که یکی از مریدان پدر مولانا بود، از ایشون خواهش میکنه که شما مسئول بزرگ کردن مولانا باش، آموزش مولانا باش. مولانا در حقیقت تحت نظارت یک معلم خصوصی که خودش واقعا یکی از بزرگان بوده، یعنی انسان خیلی وارسته‌ای بوده، تحت تعلیم ایشون بزرگ شده. و این معلم خصوصی اتفاقا با ایشون از بلخ تا بونیه اومده و در بونیه رحلت کرده و در اونجا دفن شده. در تمام این مدت در پیش مولانا بوده و مسیری که خب در اون زمان مفهوم معرفت، اولا جان مولانا آغشته به معرفت بود، مفهوم معرفت، مفهوم شناخت، مفهوم آموختن، این رو شما کوچک نینگارید. در جهان امروز ما معرفت یک چیز به قولی یک چیزی هستش که همه جا هست و اونقدر زیاد هست که 99% هم معرفت‌های به درد نخور هست. 1% معرفت شاید به درد بخور در بین این همه معارف به درد نخور بشه پیدا کرد، ولی پیدا کردن معارف هیچ چیز سختی نیست. ولی در گذشته معارف به این حد گسترده نبود، یک محدوده خاصی داشت و بیشتر هم معارف دینی معارف قلمداد میشد. مولانا تحت آموزش این مرد تمام معارف از جمله فقه، علومی که مثلا در اون عصر وجود داشت، تا حدود زیادی به همه اینها آشنا میشه، ولی یک دانه‌ای در درون این کودک کاشته میشه که اون تشنگی نسبت به معرفت هست. و مولانا در این معارف تا حدی اونقدر پیشرفت میکنه، اونقدر به جلو میره تا به حدی میرسه که دیگه تقریبا میشه با فقیه الفقهای اون عصر میشه و تمام علوم فقهی و علوم حدیث و علوم رجال و تمام علومی که اون زمان بوده به حد سرامت میرسه. در اون مرحله هستش که با شمس آشنا میشه، یعنی وقتی جانش آغشته تمامی این معارف بود و چیزی بیشتر از این رو طلب میکرد، چیزی فراتر از اون رو طلب میکرد، اون زمان بود که شمس اونها رو بهش گفت تو دیگه چیز بیشتری به عنوان معرفت علمی لازم نداری، بلکه باید خودت رو سبک کنی تا بتونی پرواز کنی. معارف بعد از این قابل فهم با عقل نیست، بلکه دریافتی با دل هست. باید دلت رو پاک کنی، باید سلوک ویژه‌ای آغاز کنی و این سلوک یک سلوک بی‌نهایت هست. دیگه شما یک مسیری نیستش که به نهایتی برسی، به پایانی برسی، بگی که دیگه علوم رو خوندم تمام شد. نه، یک راه بی نهایت هست. این راه بی نهایت، جاهای دیگه هم اشاره میکنه، یک راه بی نهایت رو قدم خواهی گذاشت و طی خواهی کرد.
و همه اینها یک دغدغه‌ای رو در مولانا ایجاد میکنه، اون مسیر معرفتی، اون آموخته و فلان، تا میرسه به اینجا که در مسیر سلوک قدم میگذاره و مسیر عشق رو از درون اون کشف میکنه، عشق به معبود، عشق به اون معروف، اون عرفانی که به دنبالش بود آمیخته میشه با مسئله عشق و سوز و گدازی در درون این فرد ایجاد میکنه و نتیجه این، خب نتیجه عشق چی هست؟ عاشق مایله که به معشوق برسه و تنها دردی که داره درد فراق هست و درد جدایی. همه این بحث ها رو عرض کردم خدمتتون که بگم مولانا بزرگترین دغدغه‌ای که در تمام زندگیش داشت و در وجودش احساس میکرد درد جدایی بود، درد دور افتادن، درد فراق. این بود اصلی ترین دغدغه مولانا که همونجور که میبینیم در اولین بیت شاهکارش این نمود پیدا میکنه. خب امروزه در جهان ما شما ببینید دغدغه ها، خب انسان ها، انسان مدرن، ما هم همینجوری هستیم. ما شاید این مفهومی که عرض میکنم در مورد مولانا و تنها دغدغش معرفت و عرفان الهی و عشق به خداوند بوده زیاد قابل درک نباشه. چرا؟ ما در این عالمی که زندگی میکنیم، در این عصری که زندگی میکنیم، بنا به اون آموزش هایی که دیدیم در مدارس و دانشگاه، اصلا طرز فکر دیگری در ما جاری شده. اون طرز فکری که همه این عالم یک چیز بیش نیست و اون خداست در ما وجود نداره. ما هزاران هزار فکر و دغدغه در ذهن داریم، هزاران هزار چیز هست که ما رو مشغول میکنه به خودش. بنابراین این مسئله زیاد برای ما ملموس نیست. چطور میشه که دغدغه یک انسان تمام و کمال فقط جدایی باشه و عشق باشه و معشوق باشه و رسیدن به معشوق باشه؟ چطور این اتفاق میفته؟ این برای ما قابل فهم نیست. ما از کودکی در مدرسه چیزهایی که آموزش میبینیم همه در مورد همین عالم فیزیک و عالم ماده است. هر چیزی که میبینیم در مورد این اجسام و دور و برمون و جغرافی و همه این چیزهایی که میبینیم، و در حقیقت بعد معنوی ما در این مدارس پرورش پیدا نمیکنه. خب انسان برای اینکه ابعاد مختلفش رو پرورش بده نیازمند پرورش در اون زمینه است. شما مثلا بخواید جسم خودتون رو پرورش بدین نیازمند ورزش هستید، نیازمند مثلا دید هنری اگر میخواهید پیدا بکنید نیازمند آموزش در زمینه هنر هستید، نیازمند آموزش در زمینه علوم مختلف هستید، ریاضی، فیزیک. ذهن شما به این ترتیب پرورش پیدا میکنه. اما کجاست پرورش بعد معنوی ما؟ البته در ظاهر ما داریم، ما کتاب دینی و معارف دیدیم، ولی چه تأثیری دارد؟ آیا بعد معنوی ما رو پرورش میدن؟ کار اساسی در ما ایجاد میکنن؟ و انسان امروز احساس جدایی نمیکنه، بلکه احساس تنهایی میکنه. درد انسان امروز این هستش که احساس تنهایی میکنه. شما در جهان مدرن هم این مسئله به دغدغه هست. فکر نکنید فقط مثلا در کشور ما شاید باشه، بلکه در اونجا بیشتر هم هست. احساس تنهایی یکی از بزرگترین مشکلات بشر هست در این عصر و زمان. چون انسان به واقع احساس میکنه که در این دنیا یک چیزی باید میبود که با اون میتونست همدل بشه. هیچ انسان دیگه این همدلی رو حتی نمیتونه ایجاد بکنه، نه همسر، نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه خواهر. شاید تا حدودی هر کدوم از اینها ذره‌ای بیان و همدل شما بشن، ولی یه چیزی گم شده هست، یه چیزی که باید پیدا کرد ولی پیدا هم نمیشه. این دلیل هستش که انسان‌ها بیشتر در این عصر و زمانه احساس تنهایی میکنن، احساس میکنن تنها هستن در این دنیا. البته از عرفا زمان داریم فعلا؟ تقریبا یک ساعت شده. خب یک کم
مسعود جمع بکنیم. از عرفا شیخ محمود شبستری در یکی از اشعارش این رو خیلی خوب ذکر میکنه، میگه که شما به خودت نگاه کن ببین محصول چی هستی. این که میگی پدر، مادر، خب همه اینها واقعا احترامش رو واجبه، ولی نهایتا ما هر کدوم نتیجه یک لذت چند به قولی سباهی از پدر و مادرمون هستن. غیر از این هست، پدر و مادری که با هم بودن و اون غریزه اینها رو کشونده پیش هم و فرزندی رو بودن. برادر و خواهر کی هست؟ حالا برادر و خواهر مهربون باشه که خیلی خوبه، برادر و خواهری باشه که حسادت بکنه و اذیت بکنه که دیگه هیچی. معمولا انسان از نزدیکان خودش دچار حسادت میشه ناخودآگاه. همون برادر و خواهر و نزدیکان هستن که میان با آدم حسادت میکنن، حرفی میزنن، نشتری به دل میزنن، دل آدم رو میسوزونن. اینها رو وقتی آدم نگاه میکنه، خب از این دورتر دیگه، از این نزدیکتر دیگه کی؟ اگر اینها اینجور غریبن، کی نزدیک هست؟ دقیقا اینها رو اشاره میکنه شیخ محمود شبستری، یه جورایی هم خیلی با طعن میگه. اون یک حسوده، اون یکی یک عجوزه است، اون یکی هم که ماحصل شهوت اون دو نفره. چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ تو تنهایی در این دنیا، تنهای تنهایی. باید اینو درک کنی اول که تنهایی. وقتی درک کردی تنها هستی، میفهمی که یک نفر، یک کس، یک وجود هست که همراه تو هست و میتونه به تو، از تو نزدیکتر باشه و به دل تو وارد بشه و همدل تو بشه، و اون کسی نیست به غیر از خدا. این نگرش عرفانی در حقیقت هستش. خب وقتی این به قولی مولانا میگه که از جدایی ها حکایت میکند، حکایت این مثنوی سراسر این جدایی هست. جدایی که اتفاقی میفته وقتی که همراهی بوده و بعد تبدیل به جدایی شده. یعنی از ابتدا اگر ما این همراهی رو درک نمی کردیم، جدایی هم برای اون نمیتونستیم قلمداد بکنیم. پس همراه بودیم و بعد جدا افتادیم. این رو ما در درون خودمون احساس میکنیم، در ناخودآگاه خودمون احساس میکنیم که یک جدایی اتفاق افتاده، یک فراقی اتفاق افتاده. یکی از عرفای هندی هست به نام عبدالقدوس گانگهی، این یک حرف خیلی جالبی داره در مورد عرفا. میگه که پیامبر به معراج رفت و برگشت، والله اگر من بودم بر نمیگشتم. اگر این اقبال لاهوری میگه که این بهترین جمله است برای شناساندن عرفا و تفاوت اونها با انبیا. معراج کجاست؟ حضور معشوق، اون جایی که سراسر شور و شادی و عشق و سرور هست. پیامبر رفت اونجا، ولی بهش گفتن باید برگردی، دست یک تعداد دیگر هم بگیری بکشی، یه چیزهایی رو به اونها بگی که اونها هم بیان مزده این عالم رو بچشن، این مسیر رو طی بکنن، درک بکنن عالم عرفان رو. بنابراین مجبور شد برگرده. ولی عارف رسالتی نداره، عارف میخواد بره. اگر رسید چرا باید برگرده؟ میگه پیامبر به معراج رفت و برگشت، والله اگر من رفته بودم بعد نمیگشتن. این تنها دغدغه عارف هست. و اگر بهش رسید چرا باید اون رو ترک بکنه؟ اگر به وصال رسید چرا باید اون رو ترک بکنه؟ خب در بیت بعدی مولانا چی میگه؟ که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. نیستان کجاست؟ چه نیستانی هست؟ چه عالمی هست که من رو از اون جدا کردن؟ از چه چیز به نیستان تعبیر میکنه؟ در قرآن یک آیه هست که خب احتمالاً همتون شنیدین، که میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. آن زمانی که خداوند از اینها، از انسان ها، از ذریه بنی آدم
شهادت خواست که شهادت بدید که آیا من پروردگار شما نیستم، الستو بربکم؟ اونها گفتن بلا، بله شما پروردگار ما هستید. این در روایات های مختلف به این تعبیر شده که در اون زمان که هنوز حضرت آدمی خلق نشده بود، هنوز جهانی خلق نشده بود، انسانی خلق نشده بود، خداوند از که اینها رو میپرسید؟ در روایت ها اومده که آدمی به نام آدم زرعی وجود داشت که خداوند ارواح رو در اون خلق کرده بود قبل از اینکه این ارواح رو از آسمان بفرسته بر روی زمین و در جسم ها قرار بده. در اون عالم این روح ها خلق شده بودن و از اون روح ها شهادت خواست خداوند که آیا من پروردگار شما نیستم؟ که اونها تایید کردند و گفتن بله. در حقیقت در عرفان اسلامی اشاره این نیستان به همون عالم زر هست که ما را از اون عالم، در اون عالمی که همه با هم در محضر الهی بودی، از اونجا بریدند و فرو فرستادند به زمین خاکی و به این خاطر هستیش که ما احساس جدایی میکنیم. در گذشته اینها رو ما دیدیم، اینها رو شنیدیم، با اینها بودیم، با اون عالم سر و سری داشتیم و ما رو جدا کردند و چند سباهی فرستادند در این زمین خاکی. و اصطلاح مسافر خیلی رایج هست در این مورد که ما هممون مسافر هستیم در این عالم. ما مسافر هستیم و چند سباهی در این دوره و در این زمان و در این عصر در این کره خاکی زیست خواهیم کرد و بعد از این دوره دوباره به وطن اصلیمون باز خواهیم گشت. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا ره دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. میوستم به چشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. همه عرفا به این اشاره کردند که ما مسافر هستیم و اینجا مسافرخانه. در جلسه آینده انشاءالله توضیح خواهم داد که مفهوم مسافر و مسافرخانه چیست؟ انسان چه حدی از ارزش رو باید به مسافرخانه بده؟ آیا مسافرخانه جایی هستش که مثل خونه باید اون رو برای ابد تصور کنیم و تمام فکر و ذکرمون اون مسافرخانه باشه؟ و یا اینکه این مسافرخانه در حدی که بتونه ما رو شبان روزی چند به قولی نگه داره در خودش و ما رو از مشکلات به قولی حفظ بکنه، آیا در این حد کافی هست یا نه بیشتر باید بهش پرداخت؟ این دغدغه اصلی هستش که در عرفان بهش اشاره میشه. خب امروز وقتمون فکر میکنم منقضی هست، هنوز داریم و منقضی هست، وقتمون تموم شده، نرسیدیم که حالا بیشتر در این موارد توضیح بدیم. انشاءالله اگر خسته نشدن من ادامه میدم، اگر خسته شدن بمونه برای بعد. ادامه بدیم و اگر بخواییم یک صلوات برسیدیم دستم بزنیم. خب برگردیم به داستان نیستان. ببینید در مورد خلقت صحبت‌های متفاوتی وجود داره. ما در دین یهودیت، در تورات، در مورد خلقت خب صحبت‌های مختلفی شده. از جمله اینکه مثلا در تورات هستش که خداوند در 6 روز زمین و آسمان را آفرید و روز هفتم استراحت کرد. مثل این که مثلا خدا خسته شده بوده که مثلا استراحت بخواد بکنه. البته در اون آیت الکرسی جوابی برای این تصور یهودی هم اومده که لا یعوده حفظه ما، خسته نمی کنه حفظ این زمین و آسمان ها خدا رو. خداوند احساس خستگی نمی کنه از خلقت یا از آفرینش یا از نگه داشتن این زمین و آسمان. در دین مسیحیت مفهوم خلقت انسان و حضرت آدم آمیخته شده با مفهوم اوریجینال سین، گناه اولیه، اون گناه اصلی که
وجود داشته و آدم به خاطر خوردن اون گندم از بهشت رانده شده و هبوط کرده از اون عالم و به زمین آمده. اینها هر کدوم مباحث بسیار دور و درازی در الهیات یهودی و مسیحیت داره و در موردشون بحث های خیلی زیادی شده. از شعرهای ما حافظ کسی هستش که خیلی به عیسی پرداخت میکنه و به مسیحیت علاقه داره. در حقیقت خیلی اون دیدگاه های مسیحیت رو به میان میاره. از جمله در این مورد شعری داره که میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته منظورش از اون جو آب جو هست، مستنظر هستید یا نه، که میگه پدرم به گندم فروخت روزه رضوان رو، حضرت آدم رو، داستانش رو میدونید دیگه، به خاطر خوردن گندم. البته در منابع مختلف، حالا در منابع اسلامی سیب اومده، گندم اومده، چه چیزی، حالا میوه ممنوعه چی بوده و آدم اون رو خورده و هبوط کرده از اون بهشت اعلی به زمین، در موردش بحث زیاد هست. ولی حافظ به اون اشاره میکنه، میگه که پدرم اون بهشت رو به دوتا گندم فروخت، منم ناخلفم اگر به جو نفروشم، که در حقیقت اون میخواسته خودش رو تبرئه کنه از اون مسئله که آب جویی که به قولی میخورده احتمالا. در مسیحیت این نگرش هست که ما به خاطر گناهی که پدرمان کرد به روی زمین آمدیم، هبوط کردیم و جدا افتادیم از اون بهشت، از اون نیستان. در حقیقت آمدیم روی زمین و اینجا تنها راه نجات، و بعد خداوند پسرش رو که عیسی هست فرستاد تا فدا بشه و قربانی بشه به خاطر گناهان ما، و اون هم اومد وظیفه خودش رو انجام داد و به واسطه اون فداکاری عیسی و پسر خدا این گناه اصلی ما زدوده شد، اما به شرطی که به عیسی ایمان بیاوریم. در مجموع مسیحیت این رو میگه، وقتی شما عیسی رو قبول میکنید و بهش ایمان میاورید، در حقیقت اون به قولی فداکاری که عیسی انجام داده در مورد شما هم صدق خواهد کرد و گناه شما هم پاک خواهد شد و وقتی مردید دیگه اون گناه اصلی رو به دوش نخواهید کشید و به صورت پاک از این دنیا خواهید رفت. این شاکله کلی این دوتا دیدگاه. حالا در مورد یهودیت بحث‌های دیگه هم هست، البته اونها یه عقاید دیگه هم دارن، ولی در اسلام داستان یه مقدار خب متفاوت‌تر مطرح شده. عرض کردم این آیه رو خوندم خدمتتون و اینکه به قولی عالم ذری در اینها در روایت اومده، در قرآن نیومده، عالم ذری وجود داشته و ارواح در اونجا خلق شده بودن و خداوند اونها رو ازشون شهادت میخواد که آیا من خداوند شما نیستم، اونها شهادت میدهند و بعد یکی یکی این روحها از اونجا نقل مکان میکنن و به زمین میان. هر فرزندی که به دنیا میاد یکی از اون روحها میاد تعلق پیدا میکنه و این فرد در این دوره با اون بدن زندگی میکنه و بعد از مرگش این روح دوباره جدا میشه و به اصل خودش برمیگرده. حالا اگر نیکوکار بود به سعادت میرسه، اگر گناهکار بود به قولی دچار عذاب میشه. این هم یک دیدگاه هست. مولانا خب به تناسب اون نگرش خودش جای جای مثنوی تعابیر مختلفی رو از این هبوط انسان داره برای ما شرح میده. در جایی در یکی از داستان ها که قبلا هم فکر میکنم عرض کردم خدمتتون، یک داستانی هست که شیطان میاد قصر معاویه و معاویه رو میخواد برای نماز صبح بیدار بکنه. معاویه بیدار میشه، میگه که دیگه این چیز عجیب تر از این ما نمیتونستیم ببینیم که شیطان من اومده بیدار میکنه برای نماز که نمازم قضا نشه. این چه سریه؟ یقین شیطان رو میگیره که آخه چرا تو که کارت اینه که آدم رو به غفلت بندازی، آدم نمازش قضا بشه، چطور شده اومدی منو بیدار کردی؟ و باهاش احتجاج میکنه. من نهایت داستان رو بگم، نهایت داستان آخرش اینجور نتیجه گیری میکنه که شیطان میگه آخرش که من اومدم بیدارت کنم، ترسیدم که یهو تو از خواب بعدش که بیدار شدی حسرت بخوری، بگی که غفلت مرا رو بود، در خواب بودم، نماز نخوندم. احتمال داره اون حسرت باعث بشه یه آهی بکشی. اگه تو آه بکشی و حسرت
درونی بخوری، اون وقت احتمال داره هدایت بشی. این کار رو کردم که بیدار بشی، نماز رو بخونی، یه اون حسرت هم نخوری، اون آه هم نکشی، با همین نماز تموم بشی بری. داستان آخرش به اونجا میرسه. جالب است، داستان خیلی جالب است. ولی احتجاجاتی با شیطان میکنه، شیطان رو به حرف با میداره، میگه آخه چه کاری تو، چرا این کار رو میکنی؟ شیطان میگه آقا تو فکر کردی مثلا من با خدا دشمنم؟ من عاشق خدا بودم، غیرت من باعث شد که من سجده نکنم به آدم. میگفتم مگر غیر از خدا میشه به کسی دیگه سجده کرد؟ چطور ممکنه من معشوق خودم رو رها کنم به کسی که از خاک آفریده شده؟ من نمیتونستم به اون سجده بکنم. و از طرفی خدا خواست اینطوری بشه. خدا یک نمایشنامه‌ای به وجود آورده بود، حالت استوری بهش میده. خدا یک نمایشنامه‌ای به وجود آورده بود، گفته بود که آدم تو برو اونو بخور، شیطان تو برو گولش بزن، فرشته شما سجده کنه، فلان اینجوری بشه اونجوری بشه، خلاصه آخرش این بشه که آدم بیاد روی زمین و این بساط گسترده بشه. میگه این نمایشنامه رو خدا خودش چیده بود. آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. این بازی، این نقش رو، این رول رو به من داده بود خدا که من این رول رو بازی کنم. منم بازی کردم، خود رو در بلا انداختم. از عرفای دیگه که وجود داره میگه که دیدم شیطان داره میرقصه. گفتم چرا میرقصی؟ میگه میدونی چیه؟ همه دنبال رحمت خدا بودند، همه دنبال اکرام خدا بودند، همه دنبال زیبایی ها و خوشی ها بودند. دیدم بلای خداوند رو زمین بی صاحب مونده. من گفتم این بلا رو من به جان میخرم، نمیذارم این بلای معشوق رو زمین بمونه، از این شادم. میگه آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. ببینید چه نقشی داره به شیطان میده، چه جور برخورد میکنه با قضیه، با داستان. شیطان خودش عاشق خداونده، درسته در ظاهر نقش رو بهش دادن ولی عاشقه، جاهای دیگرش هم اونو ذکر میکنه. این یکی از برخوردهای مولانا با شیوه اون خلقت و حبوط آدم از آسمان به زمین هست. در یه جای دیگه، در همون دفتر دوم اوائلش، یک بحث دیگه ای داره در مورد اولیا، در مورد پیران. وقتی در موردشون صحبت میکنه میگه که این پیران، این اولیای الهی اصلا قبل از همه این خلقت ها وجود داشتن. بذاریم من اشعارشو پیدا کنم، خیلی زیباست. پیر ایشانند که این عالم نبود، جان ایشان بود در دریای جود. یا عالم دیگه ای، عالم ملکوت، عالم لاهوت در حقیقت. هنوز حتی ملکوت ملائکه هم خلق نشده بودن، این پیرها خلق شده بودن، این اولیاء الهی خلق شده بودن. دقت کنید در قرآن جاهایی که خداوند میخواد بگه ما خلق کردیم، نمیگه من خلق کردم، اکثر جاها میگه ما خلق کردیم، خلقنا. چرا ما؟ این ما کی هست؟ چرا جمع بسته شده؟ عرفا میگن که اون اولیای بر این که اولین خلائق خداوند بودن در امر خلقت شراکت داشتند. خداوند اونها رو خلق کرد و بعد از اونها مخلوقات دیگر رو به واسطه اونها و با کمک اونها، نه که کمک اونها، از طریق اونها خلق رو شروع کرد. این دیوان نیر تبریزی، پیشنهاد میکنم خیلی، آتشکده نیر تبریزی واقعا کتاب خیلی زیبایی هست. نیر تبریزی هم از شعرهای برجسته و استاد ادبیات علامه سید علی قاضی طباطبایی بود اتفاقا، ایشون هم انسان بزرگ، عارف، واصل. این کتاب آتشکده نیر تبریزی که ذکر وقایع عاشورا و امام حسین هست، در ابتدا و در اون دیپاچه وقتی شروع میکنه اینطور شروع میکنه که آفرینش را چو فتح الباب شد، نور احمد مهر عالمتاب شد. وقتی خداوند آفرینش را فتح الباب کرد، شروع کرد، اولین چیزی که خلق کرد نور پیغمبر صلوات الله علیه بود. اول ما خلق تنی نوری، خلق الله نوری.
اولین چیزی که از پیامبر حدیث هست، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. آفرینش را چو فتح الباب شد، نور احمد مهر عالم تاب شد. رست از آن نور امامان وفی، بعد از خلقت نور پیغمبر نور امامان از آن رست. شد بروج سیر آن نور صفی، پس برآمد نور پاک فاطمه، آن مبارک فاتحت را خاتمه. اینجور تفسیر میکنه، میگه این اودیای اولیه که خلق شدن، مولانا نمیگه اینا رو، چون نگرم با مولانا خیلی انس داشته و اینها رو خونده تا حدودی با خودش با ذهنیت خودش این اولیا رو ائمه قرار داده و به ائمه نسبت داده. پس بنا آمد نور پاک فاطمه، آن مبارک فاطمت را خاتمه. 14 هیکل چو شد از وی درست، نور پاک انبیا زان نور رست. این 14 هیکل 14 نور اولیه که خلق شدن، بعد از اون انبیا، نور انبیا هم از اونها رست. نور پاک انبیا زان نور رست. بعدش چی میگه؟ پس به ترتیب مراتب زان صور، شد همه ذرات اکوان جلوه‌گر. همه ذرات اکوان و خلقت و همه چیز از نور اینها یواش یواش به ترتیب مراتب ایجاد شد. خب حالا در مورد اینها شاید خیلی عجیب به نظرتون برسه، ولی در مورد اینها بحث ها خیلی زیاد شده و چیز غیر منطقی و غیر عقلانی نیست. برید تو بحرش میفهمید که نه، استدلال های خیلی خاص عقلانی و اتفاقا وجود داره برای اینها. میشه اصلا واقعا روش فکر کرد و میگم ما با اون آموزش هایی که پیدا کردیم اینجور مسائل خیلی غریب به نظر ما میاد، ولی در این مسیر آدم وقتی قرار میگیره میره جلو میفهمه که نه، چیزهایی هم احتمال داره اتفاق بیفته. خب از این بگذریم، مولانا چی میگه؟ میگه پیر ایشانند که این عالم نبود، جان ایشان بود در دریای جود. اون دریای ملکوتی، اون دریای لاهوتی که وجود داشت در عرش الهی، جان این اولیا در اون دریاها شناور بود. پیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. حتی انگورها خلق نشده بودن، اینها مستی میکردن، میها خورده بودند. یعنی این جهان صورت هنوز خلق نشده بود، در عالم بی صورتی، در عالمی که ورای این عالم هست و این صورتها در اون جای نداره، اونها مستی و شورها می کردند. مشورت می رفت در ایجاد خلقت، ملائکه خلق شدن و بعد خدا گفت که من می خواهم آدم رو خلق کنم. بعد ملائکه اومدن به خدا گفتن که می خواهی کسی رو بیاری جات خلیفه بکنی در روی زمین، که در روی زمین فساد کنه، خون ریزی بکنه. و میگفتن این کارو نکن، در حقیقت ما که داریم عبادت تو رو انجام میدیم، ما داریم به خودی سجده میکنیم به تو، چه نیازی هستش که تو کسی دیگری رو خلق کنی، موجودی به نام آدم رو خلق کنی و بیاری به قولی خلیفه خودت قرار بدی. چون مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حق. اینها در بحر قدرت بودند، قادر بودند هر کاری انجام بدن. چون ملائک مانع آن می شدند، بر ملائک خفیه خنبک می زدند. یواشکی می خندیدند، پوزخند نیشخندی می زدند به ملائکه، که در اونجا خداوند هم در جواب ملائک چی میگه؟ اینی علم و مالا یعلمون، من چیزی رو می دونم که شما نمی دونید، من هدفی دارم از این خلقت و اون رو شما نمی دانید. آن عیان نسبت به ایشان فکرت هست، ورنه خود نسبت به دوران رویت هست. این بیت یک بیتی که میشه در موردش کتاب ها نوشت و مولانا رأی کلیش این هستش که ما خلقت و ما همه این خلقت مثل یک فکری در ذهن خداوند هستیم. تناسب ما با خداوند در این عالم میشه مثال زد به اون نسبت به ما و فکری که در ذهن ما میگذره. چطور ما در ذهن ما یک چیزی رو خلق میکنیم، بهش فکر میکنیم؟ این خلقت به نسبت خداوند و اون اولیای الهی مثل یک فکر هست در ذهن اونها. خیلی مفهوم عجیبی هست ها. در مورد اینها سالها میشه اصلا حرف زد، خیلی عمیق هست این حرف. و
و هگل هم تقریبا این رو گفته. یعنی شما بریم فلسفه ببینیم که اون مکتب هگل، حالا ما با اونا کاری نداریم، ولی فکر اون و ذهن اون در حقیقت به همین مسیر میره. همون ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، اصالت با این فکر هست، نه فکر عادی، فکر متعالی، فکر عالمگیر، فکری که در تمام این عالم جریان داره. من پسش طولانی هست، بگذاریم از اینها. کزنیستان، خب بعد حالا این در مورد پیران اینها رو که میگه و نظرش این هستش که یعنی این حبود بر این مبنا هم میشه تفسیر کرد، مثل یک خلقتی که در فکر خداوند هستش. این هم یک تعبیر دیگری از مولانا نسبت به حبود و مسئله خلقت هست. خب من یکی هم جلوتر دارم دیگه، واقعا وقت خیلی دیر شده، من دیگه نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم. مسئله آخری که میخواستم مطرح بکنم در مورد حدیثی هستش که از پیامبر به قولی نقل شده و انشاءالله جلسه بعد در مورد این همون مفهوم سفر و مسافرت در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد و این خانه موقتی که ما در اون ساکن هستیم. حدیثی هست از پیامبر نقل شده که حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمان است. روی اینها بحث‌های خیلی متفاوتی شده، حرف‌های خیلی زیاد زده شده. از جمله یک شعری است از شیخ بهایی که در اون شعر میگه گنج علم مازهر مابتن، گفت از ایمان بود حب الوطن. در حقیقت میگه که پیامبر اینجور گفت که حب الوطن از ایمان هست. در ادامه میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کان را نام نیست، زان که از دنیاست این اوطان تمام، مدح دنیا کی کند خیر الانام. میگه این حب الوطن من الایمان، منظور از این وطن مصر و عراق و شام نیست. اصلا این اسامی و جاهای مختلفی که ما میشناسیم اینها نیست، وطن اون ور هست، همون نیستان هست. ما حب الوطن من الایمان حب اون وطن هست، و الا پیامبر چرا باید بگه که حب این وطن از ایمان هست؟ این وطن که جهان خاکی هست چرا باید مدحش بکنه؟ زان که از دنیاست این اوطان تمام، مدح دنیا کی کند خیر الانام. خیر الانام یعنی پیامبر. حب دنیا هست رأس هر خطا، از خطا کی می شود ایمان عطا. ای خوشان کو یابد از توفیق به، کاورد رو سوی آن بینام شهر. خوشا به حال اون کسی که رو به سوی آن شهر بینام، شهر بی صورت، آن وطنی که صورت پذیر نیست بیاره، به سمت اون برگرده. تو در این اوطان غریبی ای پسر، خوب غربت کرده ای خاکت به سر. یه تو در این دنیا غریبی، تو مسافری، خاکت به سر اگر خو کرده ای به این وطن، خو کرده ای به اینجا و فکر میکنی اینجا وطن تو هست. تو غریب هستی در اینجا، تو تنها هستی در اینجا، وطن تو جای دیگر است. انشاءالله قسمت بشه در جلسه آینده در مورد این مفهوم سفر و مسافرخانه بیشتر صحبت بکنیم و امیدوارم که بیت بعدی رو بتونیم در جلسه آینده تمام بکنیم. یه مقدار این بیت های اولی باید بیشتر توضیح داده بشه، اون شرایط ذهنی مولانا بیشتر فهم بشه، چون ابیات هم خیلی کلی و جامع هست. انشاءالله یک کم که جلوتر رفتیم دیگه سرعتمون بیشتر میشه، در جلسه 10-20 بیت انشاءالله میخونیم و جلوتر.